قصه های عمورحمان. این قسمت برنده کیه؟ ببین چه شکل قشنگی شده؟ نه ببین مال من قشنگ تره. سایه دست من از مال تو بهتره. قرار شد اگه مال من بهتر باشه تو شطورم بشی و بهم سواری بدی. ولی مال من که بهتر از تو بود. مال من بهتر شد. زود و شطور من شو. مال هیچ کدومتون خوب نبود. بچه‌ها، عمو رحمان داره میاد برامون حکایت بگه، بعدش میگه کدوممون برنده ایم. سلام عمو رحمان. بچه‌ها، میخوام یه حکایت از کودکی اماممون براتون بگم. عمو، درباره چیه؟ امام حسینم بچه بودن مثل ما با دوستاشون مسابقه میدادن؟ بله، امام حسن و امام حسین هم گاهی دوست داشتن با هم مسابقه بدن. حالا صبر کنین تا براتون تعریف کنم. سلام بچه ها. سلام ام ایمن خونه است؟ سلام خاله فزه. نه همین چند دقیقه پیش رفت بازار. پس چرا شماها باهاش نرفتی؟ خاله فزه، حسن و حسین جان با هم مسابقه خط گذاشتن. من و رحمانم تصمیم گرفتیم با هم مسابقه بدیم کی قشنگ‌تر می‌نویسه. مگه شما نوشتن بلدین؟ بلد نیستیم، ولی قراره حسین جان به همون یاد بده. خیلی باید تمرین کنین تا نوشتن یاد بگیریم. امسوچر، چی کار کردی؟ هنوز جوهرش خوش نشده بود، نوشتمو خراب کردی. حالا حسن و حسین کجا رفتن؟ رفتن از بانو فاطمه بپرسن کدومشون خطش قشنگ تره. پس من میرم. ام ایمن برگشت بهش بگین یه سر پیش من بیاد، یه کاری باهاش دارم. سلام بر اهل خانه، مهمون نمیخوای؟ قدمتون سر چشم، بفرمایید. خاله فزه، ببینید خط من بهتره یا خط تاهه؟ معلومه دیگه خط من بهتره، هیچکی نمیتونه مثل من بنویسه. خط هر دوتون مثل همن. اصلاً هم مثل هم نیست. من نوشتم من حسین رو دوست دارم. خب منم نوشتم من حسین رو دوست دارم. دیدی گفتم مثل همن؟ من حسین رو دوست دارم. من حسین رو دوست دارم. سلام فزه جان. سلام ام ایمن. بدید من کمکتون کنم خواهر جان. این کار یکم سخته، زحمت شما میشه، خودم انجام میدم. شما این چند روز حسابی خسته شدین، کمک کردن به خانواده رسول خدا برای من افتخاره. خاله جان، مسابقه من و رحمان تموم شد و هر دوتامون مثل هم نوشتیم. چقدر خوب. هنوز برنده مسابقه حسن و حسین جان معلوم نشده؟ نه، بانویم فاطمه گفتن که از آقایم علی که نوشتن و خیلی خوب بلدن بپرسیم، ایشون بهتر میتونن بینشون قضاوت کنن. اما قبلش میخواستم برای شام امشب نان جو بپزم. تا من خمیر رو آماده میکنم شما میتونی بری و تا غروب نشده برگردی. آره، ما هم میایم که آقایم علی خطهای ما رو ببینن. پس آقایم علی کجا هستن؟ پدرم میگه آب شیرین منطقه فقط از چاهاییه که ملایم علی میکنن و بقیه چاها آبشون شوره.
مولایم در حال کندن چاه هستند. تو تک زود بپر بیا. آقایم فزه هستم. حسن و حسین عزیزم مسابقه خط گذاشتند و از بانو فاطمه خواستند بینشان قضاوت کنند. ایشان هم گفتند نزد شما بیایم و ببینید کدام خط بهتر است. سلام بر بندگان خدا. برید از پدر بزرگشان رسول خدا بپرسید. چشم مولای من. بریم بچه ها. رحمان چرا آقایم علی بینشون قضاوت نکردن؟ فکر کنم خط آقایم حسین قشنگ تر بوده. آقایم حسن به خوشخطی معروف هستن. بچه ها صبر کنین قصه تموم بشه، هم جواب سوالاتتون رو میفهمین هم دیگه قضاوت نمی کنین. پس تو تر بقیه داستانو بگین عمو رحمان. میخوام بدونم خطی چی کسی قشنگ تر بوده. ما به همراه خالفزه امام حسن و امام حسین رفتیم خدمت رسول خدا. ایشون در حال نماز بودن. بعد از نماز برگه های دست خط امام حسن و امام حسینو به ایشون نشون دادیم. پدرم گفتن از شما بپرسیم خط من بهتره یا خط حسن جان. پیامبر با دقت به اونا نگاه کردن. بعد از چند لحظه فرمودن هر دو خط زیباست. نمیتونم بگم کدومش زیباتره. حرف شما درسته، ولی ما میخواییم بدونیم کی تو این مسابقه برنده میشه. پیامبر فرمودن بذارید از فرشته وحی جبرئیل امین بپرسیم و بعد دو برگه رو روی زمین در کنار هم گذاشتن. جبرئیل گفت خداوند میفرماید قضاوت این کار با مادرشان فاطمه است. مادر جان، پیامبر گفتن شما باید بین ما قضاوت کنین که خط کدام من بهتره. خانم فاطمه برگه ها رو با دقت نگاه کردن و ما همه منتظر بودیم تا ایشون بگن که خط کدوم زیباتره. بعد از چند لحظه خانم فاطمه برگه ها رو کنار گذاشتن و گردنبندی رو به ما نشون دادن و گفتن خط هر دوتون زیباست و من نمیتونم بگم کدوم یکی از خطها زیباتره. برای همین مسابقه ای بین شما میذارم و هر کس در این مسابقه پیروز شد خط اونم زیباتره. این گردنبند 7 عدد دانه داره. من دانه های اون رو روی زمین میریزم و حسن و حسین باید اونا رو پیدا کنن. هر کسی دانه های بیشتری پیدا کرد اون برنده این مسابقه است و خطش هم زیباتره. امام حسن و امام حسین قبول کردند و خانم فاطمه دانه های گردنبند رو روی زمین ریختن و اونها هم مشغول پیدا کردن دانه ها شدن. بعد از چند لحظه هر کدوم از اونها تونست 3 تا از دانه ها رو پیدا کنه. پس هر کسی که دانه آخر رو پیدا می کرد برنده مسابقه بود تا اینکه اونها دونه آخر رو پیدا کردن. چه کسی برنده شد؟ امام حسین؟ حتما امام حسن پیدا کرد. نه بچه ها، وقتی که امام حسن و امام حسین دستاشون رو باز کردن دیدیم که دانه 7 از وسط به 2 نیم شده بود و نیمی در دست امام حسن و نیمی در دست امام حسین. امام رحمان، دونه گردن من چطوری نصف شده بود؟ خدا به جبرئیل که یکی از فرشته های الهی دستور داده بود که بیاد و یکی از دونه ها را نصف کنه. چرا؟ چون خدا هر دوشون رو خیلی دوست داره، نمیخواست هیچ کدوم از اونا تو مسابقه ببازن و ناراحت بشن. چه قشنگ بود عمو رحمان. عمو رحمان، حالا وقت مسابقه ماست. میشه بگین حالا من برنده شدم یا عبدالله؟ شما هم هر دوتون برنده شدید عزیزانم. عمو رحمان، حالا که هر دوشون برنده شدن پس شطور بشه و سواری بده. حالا من شطور میشم و به عطیه خانم سواری میدم.